عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی و دفاع جانانه هزاران نفر از او تصویر کوچکی از جامعه است که در آتش آزادی، برابری و حرمت انسانی می سوزد. 10 روز است که هزاران نفر در دفاع از گلشیفته به میدان آمده و حرف دلشان را می زنند. زنان جوانی که چشم گشوده و یک حکومت فاشیست و ضد زن اسلامی را دیدند. دختران جوانی که از دوران کودکی با 2 دنیای متناقض و متفاوت با 2 فرهنگ متضاد بزرگ شده و نفس کشیدند. فرهنگ زیرزمینی و مخفی و فرهنگ حکومتی و رسمی که با چوب و چماق و شلاق و چکمه پاسداران و سنگسار آن را به جامعه تحمیل کردند. حرکت سمبولیک گلشیفته یعنی اعلام علنی انزجار از این فرهنگ و اخلاقیات زن ستیز از فرهنگ ضد زن اسلامی است. این مستقیماً قلب ارتجاع اسلامی را نشانه می گیرد. چرا که جنبش اسلامی و حکومت اسلامی ایران با حمله به زنان، با تحمیل حجاب و جداسازی جنسیتی، با نیمه انسان خواندن زنان، با قانون نفقه بگیر و تمکین کن، خواستند زندگی میلیون ها زن را به یک بردگی کامل و تمام عیار تبدیل کنند. اما آن جامعه و این زنان در مقابل حکومت ایستادند. با عدم رعایت حجاب، با عدم رعایت جداسازی، با عدم تمکین به مرد سالاری، با شاد بودن، زندگی کردن، رنگ داشتن و عشق ورزیدن. و در یک کلام، با یک نی بزرگ به سنت‌ها و قوانین و مقرراتی که زن را بشر حساب نمی‌کرد پاسخ حکومت اسلامی را دادند. این یک حرکت تابو شکنانه است. نسل جوان در ایران به پا خواسته و علیه مشتی ملا و معمم و مکلای عقب مانده و چپاولگر از زندگی همه ی حق خود را می‌خواهد. این یک جنبشی فراگیر و اجتماعی است. این حرکت و این انقلاب برای خلاصی فرهنگی، این انقلاب زنانه در ایران به کل جامعه و به سرنوشت همه مردم ایران ربط دارد. اگر جنبش اسلامی و حکومت اسلامی با زدن زنان، تحقیر زنان و تحمیل حجاب به آنها زندگیش را به عنوان یک حکومت آغاز کرد، با پرتاب کردن حجاب ها، با برهنه شدن و با زدن به زیر همه این اخلاقیات و مقررات پوسیده، جوانان در ایران اعلام می کنند که نه به حکومت اسلامی، نه به فرهنگ و سنت ضد زن اسلامی. این یک حرکت تابو شکنانه است در مقابل آن ارتجاع، حکومتی ها، اعوان و انصارشان، 2 خردادی ها، طرفداران اصلاحات حکومتی، کلاه مخملی ها، به اصطلاح روشنفکران همیشه مدافع ارتجاع اسلامی ایستادند. کسانی که به هر دلیلی مذهبی، فرهنگی، سیاسی در مقابل حرکت آزادی خواهانه و تابو شکنانه گلشیفته ها ایستادند یا مدافعین ارتجاع اسلامی اند یا از کل سیاست در ایران چیزی نفهمیدند. جامعه ایران آبستن تحولات بزرگ و عمیق اجتماعی است علیه مذهب، علیه حکومت اسلامی، علیه زن ستیزی، علیه انسان ستیزی اسلامی. اگر در ایران تعادل قوا عوض شود، یک ذره فضای آزاد در ایران به همه ناباوران اثبات خواهد کرد که در تهران و در همه جای ایران شاهد تابو شکنی، مذهب ستیزی، آزادی خواهی و انسانیت عمیقی خواهیم بود که در آن جامعه وجود دارد. فریاد زنان و جوانان در ایران این است: دیگر بس است. دوران تهجر و ارتجاع اسلامی به سر آمده. حکومت اسلامی باید برود. زنده باد آزادی، زنده باد حرمت انسانی زنان.